سلام سلام، من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چند شنبه در خدمت شما دوستان و عزیزان. اون چالش سطل آبی خیالتونه؟ وای چقدر خوش گذشت، چقدر حال کردیم، چقدر فان داشتیم مثلا همه گی با هم دیگه. یعنی اون همه فان محال بود واقعا که یه دفعه اتفاق بیفته. خدا خیرش بده کسی که در واقع این چالش رو راه انداخته بود. البته هدف اصلی چالش یه چیز دیگه ای بود، یعنی در واقع معرفی یک بیماری بود و در واقع کمک کردن برای ریشه‌کن کردنشون. بخش سطلم که میریختن آب یخ رو سرشون برای این بود که اون حس و حال بیماری رو بگیم، که اصلا واسه ما اهمیتی نداشت دیگه. این معانی احمقانه قضیه واسه ما اهمیت نداشت، هدف اصلی اما حال قضیه بود. من الان در ویلای شخصیم هستم به همراه ماشین شاسی بلند سانروفدار، پیانو رویال و استخر بابام. چلنج آب یخ رو انجام میدم و کامران و نوشین و فرشته رو هم به این چلنج دعوت میکنم. دوست عزیز شما اصلا در مورد اصل مطلب هیچ صحبتی نکردید. اصل مطلب چیه؟ ALS؟ آها، 23M تهران. تازه مجردم هستم. وای بچه ها البته از هیچ چیزی هم فروگذار نکردن و دیگه تا جایی که انگبین قضیه رو در آوردن ادامه دادن. البته تلفات هم زیاد داشتیم، یه چند نفر دیگه به هر حال گردنشون شکست و یه سری های دیگه به هر حال دست و پاهاشون شکست، یه سری هم غرق شدن چون تصمیم گرفتن با روش به هر حال متفاوت و خلاقانه این کار رو انجام بدن. رفته بودن دیگه به هر حال تو دریای خزر و خلیج فارس، دیگه از دریا بیرون نمیدن، یعنی به سطح آب هم اصلا نرسیده بودن. دوستان با خدمتتون عرض بکنم، به هر حال انقدر ادامه دادیم دیگه تموم شد چالش، نه ها آب کشور. و در واقع و وقتی به این مرحله رسیدیم دوستان خب ما این همه تپه رو الان بدون آب چجوری گلکاری بکنیم و ادامه بدیم به فعالیتمون؟ دیگه نشستن یه دو سه روز فکر کردن بچه‌ها این بر اون بر، بالاخره به این نتیجه رسیدن که خودمون چالشی را بندازیم که تموم نشدنی باشه. همونجوری هم که میدونید چالش اسمش روشه، یعنی یک رقابت برای انجام دادن یک حرکت مثبت و مفید. بچه حرکتی مثبت و مفیدتر از چالش عکس کارت یا عکس شناسنامه یا عکس بدون آب یا با آب یا قبل از خواب یا بعد از خواب یا عکس سیاه و سفید؟ اصلا دقت کن، عکس سیاه و سفید چقدر میتونه مشکلات جامعه رو از لحاظ فرهنگی اجتماعی حل بکنه؟ فقط مشکل اینجاست که یه سری آدمای فرهیخته سعی میکنن با چالش‌های دیگه‌ای هی این چالش‌های مثبت رو به حاشیه بکشونن. چالش‌هایی که واقعا در واقع من اسمش رو گذاشتم چالش بدیهیات، چون در کشورهای دیگه این جزء بدیهیات محسوب میشه. بعضن در یعنی اصلا اسمش چالش نیست، بهش میگن تعلیم و تربیت و رعایت قوانین. مثل چالش بین خطوط برانیم، خدمتتون عرض بکنم که آشغال نریزیم، فحاشی نریم. اینا چالش‌هایی که مهد کودک، کودکستان، آمادگی و بعضن موقع گرفتن گواهی نامه به برای بچه‌ها یاد میدن. خب معمولا طرف گواهی نامه میگیره دیگه آیین نامه رو رد کرده، حتما یعنی گذرونده دیگه، بین خطوط نوشته اونجا رو راهنما بزن رو سقف ماشین مردم نر ویراج اینا رو همه رو برو گفت. خب به هر حال ما باید با چالش مالش به مالی. امیدوارم البته که در آینده چالش هایی نظیر این که دندان خود را مسواک بزنید استهمام بد نیست، خدمت دست توی سوراخ دماغ نکنیم، در مجامع عمومی باد خارج نکنیم از بالا پایین و جاهای دیگه. به هر حال امیدوارم که این اتفاق نیفته و چالش ها در همینجا متوقف بشه. خدمتتون عرض بکنم که حالا در کنار این چالش های فرهنگی و بعضا چالش های مؤثر و مفید مثل عکس های متفرقی که اشاره کردم، یه چالشی هم هفته پیش راه اندازی شده شبیه همون چالش سطل آب یخ هست، یعنی یه نتیجه منطقی پشتش هست. اونم چالش بلاک کردن هست توسط بزرگمهر حسین پور، هنرمند و کاریکاتوریست توانمند کشورمونه، که راه اندازی شده به معنی اینکه تمام کسایی که یعنی همه با هم دیگه هر کس هر جایی رو دیدن توی هر صفحه‌ای داره فحاشی میکنه، هر الفاظ رکیک به کار میبره نسبت به هر کسی، حالا به مامان بابای خودش، به خودش، به داییش، به عموش، به دیگه، بلاکش کنیم و با بلاک کردن این افراد در واقع اجازه ندیم اینا وارد حریم مجازی ما بشن و اینها رو از خودمون دور بکنیم. اتفاقا علی کریمی هم که همیشه در همه اقدامات انسان دوستانه و فرهنگی پیش قدم بوده، اون چالش سطل آب یخ هم علی کریمی اولین نفری بود که اقدام کرده بود، تو این چالش هم جزو اولین نفراتی بوده که تصمیم گرفته همراه بشه. امیدوارم که شما هم لابلای به هر حال عکسای مختلفی که از خودتون و جای مختلفتون میگیرین، این چالش هم اگر وقت کردین به هر حال یه سری بهش بزنین بد نیست. اما خدمتتون عرض می‌کنم هفته گذشته یه بمب خبری هم در واقع منفجر شد که این سونامی
همه چی با خاک یکسان که اصلا این خبر چالش و در واقع صحبت‌های قبلی برنامه را من از زیر آوار کشیدم بیرون، یعنی هیچ جوره نمیتونستم بهش اشاره بکنم، ولی خب گفتیم یه کاری در این زمینه انجام بدیم. خبر این بود که یک شخصیت بسیار برجسته از همه زوایا تشریف آورده بودن کشور ما، کندی چارلز. کیوچیاشو خدمتتون عرض بکنم، من اینجا دست تنها نمیتونم اعلام بکنم، یعنی کار سختی هم اصلا بخوام توضیح بدم که چی کار است. من یه توضیح کوچولویی میدم، یه سرنخی میدم خدمتتون، ببینم خودتون متوجه میشید. کندی چارلز اسم و فامیل ایشون نیست، لقب ایشونه و ترجمه تحت لفظی کندی چارلز هم میشه آب نبات جذابیت. خب اگه چند ثانیه فکر بکنید ببینید که آب نبات جذابیت نمیتونه مثلا حسابدار بانک باشه، هرچند که سرش تو حساب کتاب هست، اما به هر حال کارش حتما چیز دیگه ایه. خب ایشون به هر حال حالا بعضیا معتقدن که این یک شایعه است، نمیدونم مهمل جفنگ خالی بندیه دیگه، نمیدونم چرت و پرت بچه، باور نمیخواستم بکنن این قضیه رو. ما به این قضیه که حالا واقعیت یا شایعه کاری نداریم، به حواشیش کار داریم. ایشون در صفحه اینستاگرام خودشون و همینطور توییتر یه عکس از خودشون گذاشتن توی ماشین با حجاب و اشاره کرده بودن که من رفته بودم ایران، وای چه قدم خوش گذشت، چه قدم خوش گذشت، همه به من محبت، اصلا انقدر منو دوست داشتن، من تو هر محله و کوچه ای میرفتم همه خودشونو شکل من کرده بودن. تو این مایه ها انقدر اینا به من ارادت داشتن و دوستم داشتن. توی توییترشون هم اشاره کردن که من برای عمل دماغ، در واقع عمل بینی، عمل زیبایی بینی رفته بودم ایران، که البته فکر می‌کنم بدون اینکه عمل بکنن برگشتن، چون دکترها گفته بودن هنرمندان رو دیگه تو ایشون هم جزو هنرمندان محسوب میشن، فکر می‌کنم فقط قیمت گرفتن برگشتن دیگه، نتونسته به عمل جراحی نرسید. و خدمتتون عرض بکنم بعد از این اتفاق، یعنی پست کردن این عکس و این مطلب، عواقبی که بعدش پیش اومد بسیار جالب بود. همون به محض منتشر شدن خبر که یه سری قالب تویی کردن و روح از بدنشون به پرواز در اومد و رخت از این در واقع جهان فانی بربستند، در اعتراض به این که آخه این بی خبر اصلا بچه چرا به ما نگفتی، بعد چه وضعیت بیرون رفتن برای بچه های خود ماست که ما اصلا نتونستیم لابلای اینا اونو تشخیص بدیم، یعنی اونو که بعد تشخیص میدادیم لابلای اینا نتونستیم، یعنی اومد و رفت و ما نفهمیدیم. خب اونا که بیچاره خدا رحمتشون بکنه. یه سریای دیگه خب قوای بدنیشون بالاتر بود و در واقع میشه گفت به خاطر این فقدان سکته کردن و الان همشون در بیمارستان بستری هستن. بیرون اومدنشون به هر حال وضعیتش مشخص نیست. اینجا دیگه اگر هنرمند نباشن ممکنه کمک زیاد شایانه، یعنی بهتر باشه براشون، یعنی هرچی هنرمند نبودن اینها درجهش بالاتر باشه، سالم بیرون اومدنشون احتمالش بیشتره. خدمتتون عرض بکنم این از اینا. خدمتتون عرض بکنم دیگه یه سریای دیگه باور نمیکنه، اصلا دچار حمله روحی عصبی شده بودن. الان چند روز از خانواده هاشون به ما خبر رسیده که توی اتاق دارن دور خورشون را میبینن. نه این واقعیت نداره، نه دروغ نیست، همچنان شایعه بوده، نیومده، نه اون نبوده، یکی دیگه بوده، از بچه خودمون بوده، دروغ میگه. و همینجا به حال امیدوارم که جوانای مملکت از این شوک بیرون بیان و دیگه گذشته رو فراموش بکنن، چشم به آینده داشته باشن و این مشکل رو به هر حال سعی کنن باهاش کنار بیان. یه سریای دیگه هم که اصلا کلا انان از کف داده و افسار گسیخته هردود کشیده بودن زیر صفحه کندی جان، یعنی همون آب نبات عزیز، و آب نبات خانم رو کاملا مورد لطف و عنایت قرار داده بودن. نه فحاشی ها، نه کاملا محترمانه ابراز عشق و علاقه و درد و بلای این عزیز رو تو فرق سر خودشون کوبیدن، چون ما به هر حال میدونیم که در واقع نسبت به کی احترام بذاریم. نسبت خب ایشون آدم محترم و بزرگواریه، این که مثلا دختر نوجوان رئیس جمهوری کشور نیست که ما بتونیم هر چیزی بهش ببندیم. این عزیز دله، این خاک پاش باید در واقع سرمه چشم شد. مثلا یعنی دوستان عزیز، یعنی همه جوره مایه گذاشته بودن، یعنی میگفتن بیا خونه ما دفعه بعد، بیا من خودم نمیدونم فلان میکنم، مادرم چش به راحته دیگه، نمیدونم عزیز دلی الهی کرم. و در واقع میشه گفت یک وضعیت فجیع در زمینه دعوت از ایشون توی صفحه اینستاگرامش بالا گرفته بود. فقط یه مشکل وجود داشت، چون همچین پیشینه درخشانی ما در زمینه هجوم و حردودهای مجازی نداریم، ایشون به محض اینکه این ابراز علاقه ها رو دیده بود، چون ترجمه هم برای سخته، یه مقدارش هم اگه ترجمه میکرد بازم با فحاشی خارجی هیچ فرقی پیدا نمیکرد، خدمت رو عرض بکنم که ایشون هم قالب تویه کردن فقط از فضای مجازی و تصمیم گرفته بودن کلا از اینستاگرام و توییتر و اینا فلنگو بست و رفت. یه دفعه
رفتن ایشون یه خلأ عمیقی ایجاد کرد در فضای مجازی. بچه‌ها دست به جیب موبایل همینجور مونده بودن در فضای مجازی که چی شد؟ همه این خلأ فرهنگی هنری رو هم که نمیشه با غر دادن و جفن گفتن واسه عشقا رفع و رجوع کرد. بنابر این باید یه چیزی در همون سطح و اندازه مهیا بشه. خب ظرف 24 ساعت بچه‌ها این قضیه رو مهیا کردم با نزدیک 378 صفحه اینستاگرام با اسم کندی چارمز در واقع متولد شد. همان بدون استثنا مدعی بودن که صفحه اصلی کندی همین اینه. قسم هم می‌خوردن به هر چی که شما شاید باورتون نشه. قسم می‌خوردن که اصلی همین اینه. به هر حال الان در واقع حالا ما به شایعه بودن، دروغ بودن، واقعیت بودن، حقیقت بودن ایناش کاری نداریم. اصل قضیه همین اتفاقات شیرینی که افتاده که در واقع ممکنه واسه همه خاطره باشه، واسه ما به هر حال خنده است. و عرضم به خدمتتون که سوالی که الان ذهن همه رو به خودش مشغول کرده اینه که آیا این قضیه واقعیت بوده یا شایعه؟ آیا کندی اومده بوده یا نه؟ آیا کندی دوباره بر میکرده؟ کندی چارز اومد؟ کندی چی؟ کندی؟ کندی اومده؟ کندی؟